سلام، مهسا رضایی هستم و توی این ویدیو میخوام که در مورد آهن صحبت کنیم. آهن یه ماده معدنیه که بدن واسه رشد بهش نیاز داره و کمبود آهن میتونه حتی عملکرد ورزشیمون رو هم پایین بیاره. حتما هم شنیدین که آهن یکم حساسه و خیلی چیزا میتونه جذب آهن رو تو بدن مختل کنه. سعی کردم توی این ویدیو همه چیزا در مورد آهن بگم. پس تا میریم که ویدیو رو شروع کنیم، یادت نره که منو سابسکرایب کنی و لایک ویدیو هم فراموش نشه. انتقال اکسیژن به عضلات یکی از وظایف آهنه و به همین دلیل تاثیر مستقیمی رو عمل کرده ورزشی داره. کسی که دچار کمبود آهنه ممکنه علائمی مثل خستگی، سرگیجه، سردرد، حساسیت به سرما و تنگی تنفس تو انجام کارهای ساده رو داشته باشه. همینطور کمبود آهن میتونه منجر به کاهش تمرکز و کاهش عملکرد ذهنی بشه و حتی کمبود آهن در اوائل دوران کودکی میتونه با چالش های یادگیری مرتبط بشه. کودکان، نوجوانان، زنان باردار و گیاهخواران بیشتر تو معرض خطر کمبود آهن قرار دارن و خانوم ها نیاز دارن که روزانه مقدار آهن بیشتری رو نسبت به آقایون مصرف کنن. آهن به دو صورت تو منابع غذایی وجود داره. آهن هم فقط تو بافتای حیوانی پیدا میشه، مثل مرغ و گوشت قرمز و غذاهای دریایی که جذب بالایی داره و تحت تاثیر مواد غذایی دیگه هم قرار نمیگیره. یعنی حدوداً 15 تا 35 درصدش جذب بدن میشه. در مقابل آهن غیر هم وجود داره که بیشتر تو غذاهای گیاهی پیدا میشه و تقریبا ناپایداره و جذبش تحت تاثیر مواد غذایی دیگه قرار میگیره. یعنی ممکنه فقط حدود 2 تا 20 درصد از آهن غیر هم جذب بدن بشه. پس وقتی میگن نوشیدن چای و قهوه بلافاصله بعد غذا جذب آهن رو مختل میکنه، این بیشتر در مورد آهن غیر هم که از غذاهای گیاهی میاد صدق میکنه و تقریبا میتونیم بگیم که رو مقدار جذب آهن هم موجود در غذاهای حیوانی تأثیری نداره. جذب آهن میتونه خیلی پیچیده بشه و تحت تاثیر عوامل غذایی زیادیه. پس بریم ببینیم که چه مواردی جذب آهن گیاهی رو پایین میاره و چه راهکارهایی میتونیم واسش داشته باشیم. پلی‌فنول های موجود تو چای و قهوه از مختل کننده های اصلی جذب آهنه که میزان تاثیرش وابسته به زمان و دوز هست. مثلا اگه چای و قهوه رو 1 ساعت قبل از غذا یا 1-2 ساعت بعد از غذا بنوشیم، میتونه تأثیرش رو بسیار کم کنه. یا هرچی دوز بیشتری پلی‌فنول مصرف کنیم، یعنی بلافاصله بعد از غذا چندین لیوان چای بنوشیم، مقدار جذب آهن غیر هم هم بیشتر کاهش پیدا میکنه. همینطور غذاهایی که حاوی فیتات یا اسید فیتیک هستن هم میتونن مانع جذب آهن غذا بشن. این ماده تو غلات سبوسدار، سویا، حبوبات و اسفناج وجود داره و جذب آهن گیاهی رو میتونه به شدت پایین بیاره. یعنی اسفناج که به عنوان یکی از منابع آهن گیاهی حساب میشه، چون خودش اسید فیتیک داره، اگه تنهایی خورده بشه پس جذب آهن خاصی هم به همراه نداره. همینطور گزارش شده که بعضی از پروتئین های گیاهی مثل پروتئین سویا جذب آهن غیر هم رو کاهش میده. و به عنوان یه راهکار خوب واسه از بین بردن اثرات منفی مواردی که گفتم، میتونیم غذامون رو به همراه ویتامین C و گوشت و مرغ و ماهی مصرف کنیم. چرا که ویتامین C جذب آهن رو افزایش میده و میتونه اثرات مختل کننده پلی‌فنول و اسید فیتیک رو خنثا کنه. مثلا ریختن آب لیمو روی سبزیجات برگدار یا داشتن فلفل دلمه‌ای کنار غذا یا هر ماده دیگه که غنی از ویتامین C باشه وقتی به همراه غذا خورده بشه میتونه حسابی کمک کننده باشه. همینطور ثابت شده که آهن هم به جذب بهتر آهن غیر هم کمک میکنه. یعنی خوردن گوشت قرمز یا مرغ یا غذاهای دریایی به همراه سبزیجات میتونه خیلی مفید باشه، چون هم آهن موجود تو بافتای حیوانی به میزان بالاتری جذب میشن و هم این آهن هم کمک میکنه تا آهن غیر هم موجود در غذا بیشتر جذب بشه، مثل خوردن گوشت کنار اسفناج. اما به عنوان یه راهکار دیگه واسه حبوبات، خوبه بدونیم که خیس خوردن مناسب حبوبات، مثلا توی آب موندن لوبیا و عدس برای حداقل 12 ساعت، میتونه اسید فیتیک اونا رو به شدت پایین بیاره. یادتونم باشه که اونا رو خوب آب کشی کنید و آبشو دور بریزید که اسید فیتیکی که تو آب ریخته شده از بین بره.
و در آخر هم توصیه شده که اگه از مکمل های کلسیوم و آهن به طور همزمان استفاده می کنی، بهتره که اونا رو تو ساعت های مختلفی از روز و با فاصله مصرفشون کنی. پس دیدیم که جذب آهن میتونه یکم پیچیده باشه، مثل اسفناج و سویا و حبوبات که آهن و فیتات که مانع جذب آهن میشه رو با هم دارن. پس به جای اینکه نگران باشیم که چی و با چی بخوریم یا نخوریم، بهتره که بیشتر تمرکز کنیم روی مصرف مواد غذایی حیوانی و ویتامین C که جذب آهن رو بالا ببریم. اگه هم گیاهخواری، حتما با یه متخصص تغذیه برای داشتن یه برنامه غذایی درست مشورت کن و لطفا سرخود گیاهخوار نشو که به خودت آسیب وارد نکنی. اینم از ویدیوی امروز. اگه ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که لایکش کنی یا برام کامنت بذاری، یا این ویدیو رو واسه اون دوستات که فکر میکنی به دردشون میخوره بفرستی. اگه هم موضوع و یا ایده خاصی مد نظرت هست که دوست داری در موردش واسه ویدیو درست کنم، توی کامنت ها حتما بهم بگو. خوشحال میشم اگه بتونم کمکت کنم. موفق باشی.